خسته نباشید. با سپاس از مهر بی پایان شما که این برنامه رو دنبال میکنید. خیلی خسته هستم و میخوام اجازه مرخصی از حضورتون بگیرم. من هیچ کینه ای از هیچ گروه و تفکر و اندیشه سیاسی ندارم. وقتی بعد از 30 سال کارنامه درخشان نیروهای سیاسی که با حکومت اسلامی صرفاً به جهت کینه ورزی با نماد پادشاهی، با شخص پادشاه ایران، کشور ما رو به این جهنم سوزان تبدیل کردند و هنوز که هنوز دست بردار نیستند و هنوز که هنوز 4 کلمه صحبت میکنند، یه فحاشی به پادشاهان ما میکنند، تحت هیچ شرایطی نمیخوان به جنایاتی که در این رژیم داره میشه بپردازند. استدعا میکنیم، خواهش میکنیم، ما بزرگترین راهی که الان جلو پامون هست اینی که ما در یک جمع چند ده هزار نفری جلوی کاخ سفید جمع بشیم و بگیم با آقای اوباما رئیس جمهور انتخابی مردم آمریکا، مشکل ما غنی‌سازیه، اورانیوم نیست، مشکل ما حقوق بشر، مشکل ما اینه که این رژیم رو نمیخوایم. هیچکی جواب نمیده. خودتون نتیجه بگیرید که جریان چیست. آیا مشکل ما امروز 28 مرداده یا قهرمان بودن مصدق یا فداکاری و خدمات محمد رضا شاه فقید، یا مشکل ما اینه که دستای همدیگر با هر تفکر و اندیشه سیاسی بگیریم در جهت سرنگونی این رژیم، اون تکتیری هم که در ترکشمون مونده به طرف چشم اسفندیار این رژیم رها کنیم؟ شما پاسخگو باشید، شما عادلانه قضاوت کنید. 30 سال کشور ما رو راهزنان، دزدان، تازی صفتها با همکاری تازیان و ابرقدرت‌های استعمار و استثمار تصاحب کردند، اشغال کردند، به غارتش گرفتند. شرف و حیثیت و ناموسمون، فرهنگمون، هویتمون، همه چیزمون رو لکه‌دار کردند. آیا زمان اون فرا نرسیده دست در دست هم بدیم در براندازی سرنگونی این رژیم در کلیت و در تمامیتش با هم متحد بشیم؟ زمان فحاشی به پادشاهان پهلویه؟ زمان قدردانی از مصدق یا پرداختن به 28 مرداده؟ غیر از اینه که اینها اهداف رژیم اسلامیه؟ یکی زنگ زده میگه آی سکویی شما همه حرفاتون عالیه، دوست داشتنیه، تا حالا نشنیدیم، به به به، ولی فریاد نزنید، از این کنسه ها به من ندید. من زمانی که جلو این دوربین میشینم آدمی نیستم که کنترل دارم خودم رو میکنم یا رو برنامه اومدم جلو دوربین نشستم یا دارم بازی میکنم یا قالتاق بازی میکنم. اون احساس منه، اون خشم منه، خروش منه، عشق من به کشورم و به اون مردمیه که پاک باختن، زندگیشون رو از دست دادن. و انسان‌ها با هم متفاوت هستن، خلق و خویشون، خلق و خوی انسان‌ها با هم متفاوته، نظرگاه‌ها و دیدگاه‌هاشون با هم متفاوت، طرز عمل، رفتارشون، کردارشون با هم متفاوت. و همینه که انسان‌ها رو از یکدیگر متمایز می‌کنه. روی ماهتون رو از راه دور میبوسم. تا فردا شما رو به اهورامزدا ایران میسپارم. پاینده ایران یک پارچه، پاینده ایران پادشاهی، درود به روان پاک 2 ابرمرد تاریخ ایران، تاریخ معاصر ایران
سردار ملی ایران رضا شاه بزرگ، رضا شاه کبیر، ابرمردی که هر ایرانی وطن پرست باید به وجودش افتخار کنه و همواره اون رو در قلب خودش ستایش کنه. درود به روان پاک آریامهر بزرگ، پادشاه ایران، آریامهر ایران پدر، مردی که هرگز نظیر او در تاریخ ایران پیدا نخواهد شد. درود به شرف شیرزنانی که در راه آزادی ایران در برون مرز همگام با بانوان ایران زمین در درون مرزهای ایران هم قدم و هم فکر رو برای سرنگونی و براندازی این رژیم یک لحظه آرام نیستن. درود به شرف مردان غیرتمندی که حتی در تنهایی خودشون، در سکوت خودشون، قلبشون با فریادهای من میتپه و امیدشون، آرزوشون چیزی جز سرنگونی این رژیم و برگشتن به هویت و شناسنامه ملیمون، به آزادگی، به ایران بزرگ چیز دیگری نیست. پاینده ایران پادشاهی، جاوید شاه. I love you.